در این ویدیو ما میخواییم بعضی از اصطلاحاتی که در اکسل وجود داره برای شما تشریح کنیم. اولی اصطلاحی که هست عبارت از ورکبوک میباشه. ورکبوک عبارت از یک فایل میباشه که در داخل از او دیتای ما ثبت میشه که فعلا ما شما به نام یک فایل را ثبت کردیم که خود تمام ورکشیت هایی که در داخلش هست به نام ورکبوک ثبت میشه، در داخل یک ورکبوک ثبت میشه. کل فایل ما شما وقت سیو میگوییم سیو میکنه میشه این در داخل یک ورکبوک ثبت میشه. ورکشیت های مختلف در داخل یک ورکبوک وجود داشته می باشه. مثلا فعلا 3 دانه ورکشیت در این ورکبوک ما وجود داره. ما می تونیم دیگه ورکشیت ها را هم در اینجا اضافه کنیم. این هر کدامش به نام تبای ورکشیت یاد میشه. هر کدام شکل کنین هر تب را به ما شما نشان میده. ورکشیت ما از کالم و رو ساخته شده است که کالم عبارت از به این شکل می باشه، بس شکل ستونی، یک قطار از چی است؟ سلها یا حجرات می باشه و رو به شکل افقی وجود داشته می باشه. این هر کدامش یک رو می باشه، مثلا روی هفتم، روی نهم، روی یازدهم مثلا به می شکل تا آخره، و کالم به این شکل واقع می باشه. مثلا فعلا کالم دی انتخاب از ای، اف، جی تا آخره وجود داشته می باشه. دیگه کلمه که هسته عبارت از currently select worksheet هم فهمیدیم sheet. دیگه هسته active cell، cell هم فهمیدیم که هر کدامش cell هسته که از تقاطوی کلم و رو باوجود میه، پس انتر آدرس هایش باز میخونیم. active cell و نموس cell هسته که فعلا انتخاب شده. ببینین فعلا اینی cell انتخاب است، میخواییم که یک cell دیگر انتخاب کنم، کلیک میکنم سل انتخاب میشه که ایره به نام currently selected cell یا active cell هم یاد میکنن. خب مثلا میخوایم اینی سل انتخاب کنم، کلیک بالاش میکنم انتخاب میشه و میتونه شما اروکی را هم استفاده کنین در کیبورد خود. up down left و right را میتونین هر کدامش استفاده کنین که یک سل انتخاب کنین. دیگه موضوع مهم عبارت سل آدرس میباشه. سل آدرس، هر سل وقتی که انتخاب میشه از خود یک آدرس داشته میباشه. تمام سل ها از خود یک آدرس داره. مثلا اینی 4500 که در داخلش نوشته است، ای از خود یک آدرس داره. چی رقم معلوم کنیم آدرسش؟ نام کالمی که هست اونم سل دهش اول نوشته میشه و نام رو ده بالوش نوشته میشه که نام از این همی سل که هست C4 است. به می شکلی سل دیگه به نام E5 یاد میشه. اینی سل به نام C11 یاد میشه که پسان ما شما میفهمیم که چقدر اهمیت داره سل آدرس، که پسان تر در فرمولا وقتی که عملا استفاده از پیش میکنیم بسیار موضوعات و پیش ما میایه که از طریق سل آدرس میتونیم حلشان کنیم. دیگه ما میتونیم از طریق فرمولا بار، اینی یک تولبار هست که در قسمت بالای هیدنگ کالم ها وجود داره که به نام فرمولا بار یاد میشه از اینجا تا به آخره، که در قسمت نیم باکس ما میتونیم هر سل را که انتخاب میکنیم به ما شما نشان میده که کدام سل از فعلا انتخاب G9 به می شکل J7. این یک قسمت فرمولا بار است. قسمت طرف راست فرمولا بار برای ما شما کانتنت یا چیز داخلی یک سل به ما شما نشان میده. مثلا اینی سل وقت شما انتخاب میکنین در فعلا ریزلتش هم نشان میده، یعنی دمیجا که با ما شما نشان میده و در فرمولا بار هم در قسمت راست نشان. خوبی از این است که یگان چیزایی که پوت میباشه برای ما شما نشان میده. مثلا اگر فعلا ما شما فرمولا را کارم نکردیم، خب باز هم برای شما یک مثال میتونم مساوی نوشته کنین. میخوایم که 12 را جمع 15 کنیم و انتر میکنیم. ببینین در داخل جوابش 27 برآمد، در حالی که ما دیگه 27 نوشته نکردیم. وقتی کلیک کنین برای ما شما فرمولش نشان میده که یعنی چیز سیستم ازی در داخل ازی ای چیز وجود داره. دیگه قسمت وسطی فرمولا بار است، در اینجا ما شما میتونیم فنکشن اضافه کنیم، یگان فنکشن ها را که پسانتر خواد خوانده میشه، و همچنان ما میتونیم بعض عملیات دیگر را اجرا کنیم که آیا قبول دارین نوشته را یا نه. وقتی یک چیز در داخل یک سل نوشته میکنیم، مثلا میخواییم در اینجا یک چیز نوشته کنم و نام توتال توتال، ببینین انتر نزنین در کیبورد
برای ما شما نشان میده که چی عملیات را میتونید شما فعلا اجرا کنید. کنسل میکنین اینا می نوشتره فعلا نوشته شده، یا میخواین صحیح است انترش میکنین، انتر وقت بزنین ببینین برای ما شما جواب نهایی را میده. به می شکل هر چیز را که خواسته باشین اگر کنسل کنین کنسل میشه. چیز مهم دیگه که هست عبارت از رنج میباشه. رنج گروپ از حجرات سل ها را میگه. این فعلا یک سل انتخاب شده، اگر شما چندین سل انتخاب کنین این را به نام رنج یاد میکنه، یعنی از یک سل زیادتر باشه به نام رنج یاد میشه. هر کدام مثلا این یک رنج دیگه است. رنج خب چی رقم استفاده داره، چی رقم نوشته میشه رنج، آدرس رنج. ما شما آدرس یک سل میتونستیم F4 نوشته کنیم. اگر خواسته باشیم که ات یک رنج داشته باشیم این چی رقم میتونیم ما نامش نوشته کنیم، این هم از خود نام داره که رنج است. ببینین در این صورت شما سل اول طرف بالا و چپ که چی نام داره؟ C4 نام داره، این را نوشته میکنین. باز کولن نوشته میکنین، کولن یعنی دو نقطه سر به سر. خب اولین سلش چی بود؟ C4 دو نقطه سر به سر. و سل آخری را نامش نوشته میکنین G6. این همی سل G6 است. به این ماناست که یعنی از سل C4 الا G6 هر چیزی که در داخل ازی است کل سلا را در بر میگیره که ایره به نام رنج یاد میکنه، یعنی چندین سل گروپ از سلهای که به شکل مربعی وجود داشته باشه ایره به نام رنج یاد میکنه. ببینین میتونین اینی رنج که فعلا انتخاب است ایره میتونین نامش نوشته کنین. چی است نام ازی؟ قسمت بالایی سل اولی چی؟ C4 C4 دو نقطه سر به سر الا C6 ای سل دیگه شد. اگر شما این رقم یک رنج داشته باشین میفهمین که C4 سل اولیش است و C6 آخریش است. یکان وقت مردم به این شکل نوشته میکنن که غلط میباشه. اگر شما ایتا نوشته کنین G6 الا C4 به این شکل رنج وجود نمیداشته باشین. کوشش کنین که اول C4 نوشته کنین به خاطر که C4 اینی سل اول باید نوشته شه و G6 بعد از اون نوشته شه که این نوشته کردن رنج بود. خب شما یک رنج دیگر را نوشته کنین. خب این یک رنج است، این را شما نامگذاری کنین. چی رقم نامگذاری میشه؟ I9 دو نقطه سر به سر M ابدا. خب چی رقم به درد میخوره؟ خب بعضیتان شاید به تشویش بفتین که چی به درد خورد. ایره ما در درسای آینده زیاد استفاده میکنیم، در اوجه زیاد خاطر میدیم. حالا فعلا یک مثال ساده شه میدیم. خب مساوی نوشته میکنیم، سم نوشته میکنیم، سم جمع میکنه عداده، قوس باز میکنیم. خب اینی یک رنج است، اینی سلا را ما میخواییم کلش جمع شه. چی میکنم؟ سلا اولیشه نامشه نوشته میکنم C4 دو نقطه سر به سر تا به G4. ببینین وقتی ما C4 دو نقطه سر به سر G4 نوشته کردم خود اونمو رنج انتخاب شد. این حال ما میتونم قصه بسته کنیم و انتر کنم. ببینین جواب نهایی را با ما شما داد. ای بود درس بعض از ترمینالوژی که در اکسل وجود داره. در ویدیوی دیگه در مورد اضافه کردن فرموله و بعض از تکنیک های از او صحبت خواهیم داشت.